سلام، حال احوالتون چطوره؟ ایشالله که همیشه خوب و خوش و سلامت باشید. آقا این شیخ فریب بعد جوری فرفری شده، یعنی حالا هوای پسا برجام حسابی زده پس سرشو، اما مشو پریشون کرده. ما در مراحل پایانی اجرای برجام هستیم. به حول و قوه الهی با کمک شما مردم آرزوی ننگین افراطی‌گون آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای مرتجع منطقه که می‌خواستند برجام به مقصد نرسد، ملت ما برجام را به فرجام خواهد رسان. ای به فرجام خواهید رسان؟ چه جوری به فرجام خواهید رسان؟ به شیوه نام درمانی یا با تحریم‌های جدید پاسدارای بارفته؟ بگو ببینم چی عوض شده که احساس میکنی برجام داره به فرجام میرسه؟ میدونید نفت روزی 140 دلار بود. در آغاز این دولت نفت بشکه‌ای 112 دلار بود و امروز نفت حدود 30-31 دلار به فروش میرسد. ما در برابر توطئه قدرت‌های جهانی و متأسفانه قدرت‌های منطقه‌ای مرتجع که قیمت نفت را ناعادلانه در سطح پایین قرار دادن مواجهیم. معنی مراحل پایانی برجام رو هم فهمیدی؟ این شیخ فری خیلی جون کند تا با پشت هم اندازی و خالی بندی های اعتدالی وضع اوضاع پتال خودش و نظامش رو بپوشونه، اما ته خط مجبور شد با این اعتراف تابلو همه چی رو لو بده. بعدم از اونجایی که دید این اعتراف خیلی ناجوره، رفت تو مایه های انتری نجادی و یه خالی سنگین بست. بودجه ما با رقم 267 هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. در بودجه سال آینده اتکای ما به نفت فقط 25 درصد است. 75 درصد اتکای بودجه به منابع غیر نفتی است. آخه دجال چه؟ کدوم منابع غیر نفتی؟ صنعت درب و داغون میگی یا کشاورزی به فنا رفته رو؟ سر کیو میخوای شیره بمالی؟ اون کلید زنگ زدت چی شد؟ اون ادا اطفارات کجا رفت؟ حقا که روباه بنفشی. شیخ فری میخواست تو این خیمه شب بازی هم یه نونی به تنور انتخابات بچسبونه و هم یه فوتی تو بادکنک دولتش بکنه و ورق پاره هاش هم تا دلتون بخواد براش تبلیغ کرده. دل با پسا که سایه شیخ فری رو با تیر میزنن، فرصت و غنیمت شمردن و پته استقبال گرم و اینطوری ریختن رو آب. استقبال گرم. در حالی که تهران دیروز آلوده ترین هوای روزهای اخیر را تجربه کرد، اما مدارس تعطیل نبودند تا دانش آموزان شهر ری در هوای ناسالم از روحانی استقبال کنند. دولت مردان مشغول انتخاباتند. سلامت دانش آموزان قربانی سیاست. خب حالا بیایید اصلا از گرد و غبار جنگ و دعواهای باندی رد شیم و بریم ببینیم اونایی که به زور پای صحبت شیخ فری رفته بودن چی میگن. دوران شعار تمام شده، مردم نان میخواهند.
852 روز از وعده 100 روزه گذشت. 853 روز از وعده حل 100 روزه مشکلات اقتصادی گذشته، اما رکود و بیکاری کشور را فلج کرده است. 100 روز مریخی. آقای رئیس جمهور، دوران شعار دادن تمام شده است. مردم نان می‌خواهند. اینم منابع غیر نفتی که شهبری میخواست بهش اتکا کنه. ببین شهبری، آتیشی که تو این منابع غیر نفتی هست 100 برابر بیشتر از منابع نفتیه. یعنی گور که بگیره دل واپس و دلارام نمیشناسه، همه تونو خاکستر میکنه. دوستانی موشکافی هم تموم شد، تا یه شب دیگه مرحمت زیاد.